دریای عزیز ایدت مبارک و سپاس گذاریم از اینکه فرصت را در اختیار ما گذاشتی تا ببینیم و گفتگوی داشته باشیم سلام و سلامتی خدمت شما برای عزیزان جشن اجابت عبادات مؤمنین و تمام مسلمانان جهان برای افغانستان خود ما هم مبارک با میگم برای شما خاصه که روی روی نشستیم و ایده با هم جشن میگیریم تا دگاه هم جشنشان دو شد تشکر گفته بود امروز در مورد حضور شما در شبکه اجتماعی خلاصه می میکنیم <applause> بسم الله مدتی میشه مستقیم و غیر مستقیم در اینترنت و در شبکه اجتماعی حضور دارین اما در یه آخر حضور بیشتر شده و شما خود به پرسش های علاقه پاسخ میتین چی باعث شد؟ اصلا تکنولوژی را که شما متوجه شدین جهان بزرگ دیروز برابر کف دست آدم امروز کوچک کرده و حسنش چیز حسنش چیز که انسان که دیروز به خاطر کشف معلومات در مورد نسل های دیگر در مورد فصل های دیگر در مورد انسان دیگر فرهنگ دیگر باید جهانگرد می بود امروز زیر انگشتش یک تکمه است فشار میتر و با, با امو کتابی که دیروز از کتابخانه میخوان روی روی در صحبت است با امو شخص با قهرمان کتاب از طریق میشبکه های اجتماعی خیلی ساده انسان ها در نتیجه این کوچک شدن جهان به هم خیلی نزدیک شدن بیشتر از دیروز خب دیروز از صافه ها از جالی ها اینا معلومات میگذشت و به انسان میرسید اگر از طریق رسانه ها بود یا هزار یک منبع دیگه خب ها هم یک بخش بسیار کلانش او اونا سیاست های خود دارن بزرگترین یا یکی از بزرگترین دلایلی که فرهنگ ها سیاست ها انسان ها مردم مختلف جهان گاه در تضاد هستند با هم این که اینا همدیگر نمیشناسن و در نتیجه در مقابل همدگه شکیبان هستند با عقاید همدگه آشنا نیستن از دست دو سه و چهار هم هم میشناسند شبکه های اجتماعی زمینه را فراهم کرده که حالا یک رقم میگن مثلا که به شبکه های اجتماعی متبلیغات میگم همونطور مال میشه نه برادر یکاپ نیست یکاپ نیست ولی واقعا چیزی که بر شخص خودم مشق شکیبایی است بسیار عالی میم سر مشخص صفحه فیسبوک شما که من خودم یکی از تحقیق کنندایش هستم

از مشکلات اجتماعی مردم میگه خلاص از دغدغه های زندگی امروز میگه آیا دریا چی میخواه؟ خب دریا که شما دریا گفتن دریا هم یک انسان است مثل شما مثل دوست ما مثل باقی عزیزایی که برنامه ها میبینن ای که به این کار یا اون کار اشتغال داریم مسئله جدا است موسیقی به ما یک وسیله هست موسیقی بر انسان است انسان بر موسیقی نیست او یکی از دغدغه هاست اگر نامش دغدغه بگذاریم ما من هیچ سعی نمی‌کنم که می‌اندیشم و قضاوت میکنم و موارد قضاوت قرار میگیرم دغده های مختلف مثل هر شخص دیگه مثل اولاد خودم مثل خانم مثل مادرم مثل برادرم مثل دوستانم دغدغه‌های دارم که بر ما قابل تعامل است. با یک کشور تعلق دارم، با یک دین و مذهب و فرهنگ بسته هستم، سنت ها را بهش بسته هستم و هزار یک پدیدی دیگه مثل یک شهاب دنبالدار م مرا میچرخانه و ما چرخان دی کائنات دا دوندگی هستم پس دغدغه های من هم تنها موسیقی نیست دیگه موسیقی را ما برای زندگی به کار میبرم و این یکی از دغدغه ها است یک مسئله دیگر فراموش نکنیم که کسای مثل ما اعتبار کمی متفاوت از جمعی از مردم دیگر دارن این مردم زیاد اونا را میشناسن چهره است که آینه بعضی از اعتبارات کلان جامعه میشه پس این اعتبارات کلان بر ما تنها فیشن نیست دیگه بر ما مسئولیت هم داره و مسئولیت ما هیست که آنجی که میتونیم با استفاده از این اعتبار که مردم بر ما دارن کمکشان کنیم در زندگی خب موسیقی یک گوشش است نسل یا یکی دو نسل جوان امروز سرگردان است با تمام استعدادی که داره سرگردان است با و آدم مثل ما میتونن نوار را نمایی کنن و با کمک موسیقی با حلاوت موسیقی آدم میتونه حرفهای های دیگر را با چیزی که شما فرمودین که عشق است که جنگ است که سنت هاست مذهب است دین است روابط اجتماعی است مراودات خانوادگی هزار یک شگرد دیگه زندگی است که آدم میتونه با کمک امی شیرینی که روی میز آدم میگذاره که موسیقی است او را باز مطرح کنه و اثر گذار باشه تا جایی که ما صفحه فیسبوک شما رو تعقیب کردیم شما به پرسش های زیادی که از سال ها بدین سو در مورد کارهای هنری شما در مورد امراهان شما وجود داشت جواب گفتین آیا قبل از این فرصت وجود نداشت یا نمیخواستین که بگوین داود عزیز در دا گذشته ها وقتی یک شنونده میخواست با اندرمند مورد علاقه خود برسه دهلیز بسیار دور در وقت تایم کرد اگر خوش داری می بود می رسید اگر هیچ نهایت چی نکرد یک نامه مینوشت نوشت به راژی افغانستان وقت و ای های میدان و تای میدان و خار مغیلان و ریگ بیابان لول خورده و لول خورده میروید تا به دست چپراسی در وازه اگر او خوش داشت خطک برد می میداد اگر خوش نداشت خط جبش می من یه طرف مفتاد دیروز بیشتر از اینکه که آوازه برسه آواز می رسید. امروز پیشتر از اینکه آواز برسه آوازه میرسه و این هم از خوبی و خرابی و هر چیزی که بگوین شبکه های اجتماعی و در مجموع اینترنت و در مجموع تکنولوژی و امی های اخیر است و به این خاطر لازم است که هنرمند این کلیکین و این ورسی و این دروازه کلانه روی جهان بیرون باز کنه گرچه حجوم بیرون چنان خانه رو واسپار میکنه که از این گریز گذیر نیست برایش دیگه ولی نمیدونه که دروازه رو برای جهان ببنده خب اینمی هست دیگه به این خاطر من این فرصت غنیمت دانستم که سوال های فراوانی که در ذهن مردم بود و این آیسته آیسته از برکت امی آوازه پیشتر از آواز رسیدن میرفت که اذیت کننده شود اکثر شنمنده ها یا یک جمع قابل ملاحظه شنمنده ها و دوست ها با آوازه ها سرگرم شده بودن و یه آوازه ها از طریق شبکه های اجتماعی هر لحظه کلان شدن میرفت و کلان شدن بیرفت، کلان شدن یه هم یک از دلایل شد که من قدم پیش بگذارم بگویم برادر نه من حرف دیگه دارم که او شما نشنیدین من کسی دیگه هستم که او شما تا حال درست نشناختین بله با امی رابطه نزدیک شما با علاقمندای تان و ما تقیب میکنیم ما فرحال دریای متفاوت را یافتیم تصویر داشتیم به جمال و امی دلیل شد که ما امروز بیایم امروز شما صحبت کنم امی پرسش هایی که دهی دا رابطه دارم که چطور شد که شما بیاین امروز ما قدر نزدیک شدیم از طریق شبکه اجتماعی امی را بپرسم مقصد ما از پرداختن به فیسبوک در نهایت چی است من منظور دیگه هم دارم ما میخوایم از صفحه فیسبوک خود بازودی یک شبکه خیلی و وسیع تر از رابطه با دوستداران موسیقی خود ایجاد کنم رابطه که در نه تنها موسیقیم بلکه فکرهای ما اندشه های ما برداشت های و دیگه شگرده هایی که در زندگی با با و بهش باوردارم و میپردازم روزمرگی های ماست همه شده ای آینه ای کلان نشان بتم رابطه نزدیک شما با علاقه در شبکه اجتماعی آیا روی کارهای اونری هم تأثیر گذاشته؟ بله بله برادر از من چیزهای ساخته میرن که من خودم آرزوش داشتم من را به اصطلاح میتراشن واقعا چه بگویم یعنی اصلاح هم میکنن مثل آینه در برابرم قرار گرفتن هر حرفشان، هر کلمهشان، هر, هر نظرشان هر انگشت و انتقاد و نقد و محبتشان مره هر hey, و و من هر روز هی ساخته می رو آباد کرده آباد هر روز به برنامه ها و کارها و تلاش های تازه تر بیشتر تمرین میکنم کوش کوشش می, کنم. می کنم انسان خوبتر باشم از آغاز که من که سه ماه زیاد نمیشه من شبکه های اجتماعی هستم تا امروز فکر میکنم و خودم مقایسه میکنم تحملش که با ایمه از سه ماه به طرف بینهایت بلند رفته و ما بسیار چیزها امروز بیشتر درک میکنم تحمل بیشتر دارم و اما که محبت میتونم ده برابرش محبت رو میگیرم برنامه های بسیار خاص و ویژه هم برای صفحه خود در نظر گرفتیم که یک سلسله افتاده که یکیش مجالس است مجلس یک، مجلس دو، سه، چار مجلس چهارمش در ایت نشر میشه در او ما با شنمنده حرف می‌زنم، گپ دل خدا از یک خلوت صدای سمیمی موسیقی و حال و هوای خدا در نهایت سمیمیت در یک تنهایی برایشان میخوانم که خودشان در او فضا خدا حس کنند بیافن های تازه خدا خاص و ویژه خود فیسبوک برایشان میکشم و یه مجالس ادامه داره و روز به روز عالمی می‌بینم که علاقه خیلی زیاد پیدا می‌کنند و ما م... چی داریم میله های چای سبز با دریا داریم که برد. هر شهر که من میرم در شهرهای بزرگ با علاقمندان خود از نزدیک میبینم تعداد مختصرشان معلوم چون همیشه نمیشه سوالاتشان از نزدیک جواب میتونم با هم گپ میزنیم ما خوا... شما اشاره کردین من هزار پیشی بی <تصفح> <تصفح> یکی یکی از کارهای موسیقی است من انسان ها دوست دارم و خوش دارم باشان نزدیک باشم چیزی برشان انجام بدم که زندگیشان تر شود یعنی حضور ما اگر بتانه یک مهری کوچک زیبا در گوشی الماری کتاب هایشان اگر باشه به با اون اندازه ما از زندگیشان زیبا بسازه من خوشبخت هستم تمام تلاش من همی است و فیسبوک یکی از جلوه هایش است بدون تردید که مثل پدیده های دیگه شبکه اجتماعی هم نقاط منفی داره از نظر شما نقاط منفیش کدام است سوال خوب مصبت گفتیم بسیار تفریق شکرده از گروه قند و نبات گفتیم گیاه. مرچایش هم میگیم نه خب یقینا ما در شبکه اجتماعی با اگر دفتا تو بندی نکنم بس اجمالی با چهار گروه از مردم سرکار داریم اونایی که دوستدار ما هستن اونا خطشان جدا است هر چی قربان فقط محبت میکنند دوم مخالفین تسلیم که مخالفین مکسران مع از اونا خیلی آموختیم خیلی آموختیم واقعا برای اینکه اونا کوشش میکنن اما نقاطی که ضعف است اونا برجسته کنن و ما هر روز به اونا سلام میفرستم چون از اونا میآموزیم من خود اصلاح کردم خانه شنا بود گروه سوم گجده ما هستن که فقط دوست دارن چخ 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 فقط نشان برای گزیدن هست اونا هیچ به این فکر نمیکنن که طرف کی هست اونا فقط امو زهر خود باید یک جای خالی کنن سر من، سر او، سر خودت، سر هرکی و شبکه های اجتماعی باز وسیله بسیار خوب برای مرضی های روانی دونه میشه گروه چهارم مردم مثل که نمیشناسند باید سر و کارم ندارن از پلوت میرن تا که جایی با هم سر نخورین در غیر صورت وجود ندارن و در این میان خوربان که اگر خانه خراب میکرد آیا موارد هم پیش که شما را نراحت ساخته باشه؟ بله ای تو وقت ها شده که با یک تهمت غیر قابل تحمل با یک اتهام غیر قابل تحمل مواجه شدیم قربان این ای آوازه ها از طریق شبکه های اجتماعی اگر با صورت اگه اتهام کشنده باشه به سرعت پخش میشه و باز اکثر انسان ها هم طور هستن تنها حیوانات نیست اغلب انسان ها هم طور هستن که آوازا رو دوست دارن حتی <applause> آوازهایی که قدر خوشایندم نیست یعنی جنجال برانگیز است زندگی یک ذره قرمه و مرچ مصالح زیاد میکنه و پشت از اون میگردن و باز تعقیب میکنن که چی از راستی باز کسایی که معلومات کافی نداشته باشن یک دفعه با سوال میکنه که ولی راستی هم تو نمیشه این جنایت نکرده باشه این نکشته باشه نبوده باشه دزدی نکرده باشه اختلاس نکرده باشه و به با هزار یک جنایت دیگه آگوشت نباشه و ما دیتو موارد واقعا دچار شدیم و گاهی تو شده که دو سه چهار روز بسیار سخت داشتیم و دیروز هم نبود امکانات بود و هم خودم نمیخواستم شیوه زندگیم بود نمیخواستم با سوال‌هایی که میدانستم فقط اتهام است بهتان است جواب بدم نمی‌خواستم. میگفتم برادر چی و پایش به ها بکشم هزار یک کار دیگه خود ما داریم کار بهتر از او ولی امروز می‌بینم که چون شبکه‌های اجتماعی و اینترنت اینا در دسترس همگی است و تو بخوای نخواهی آوازه‌ها ها چنان پخش میشن که سبا سیلی بر روی خودت می‌خوره. باید جلوه آوازه ها را آدم بگیره به نحوی. که ایجاب میکنه باز چیزهای هم هست که اگر اگر کشنده هم باشه لازم به جواب نیست برو به جواب کدام موارد باعث خوشی شما میشن برادر یا ایدی بزن یا پای اشکی بزن شاید باور نکنین که برای تن اقرار کنم برای دوستای عزیز خودم اقرار میکنم که درست است که در گذشته ها ما همیشه محبت از مردم گرفتیم که هیچ حساب و حد و مرزی نداشته و ما مرهون احسانشان هستیم ولی چون رابطه ها طور بوده که اقدر با هم نزدیک نبودیم چنان که از طریق شبکه های اجتماعی با هم نزدیک هستیم آله در این شبکه ها اولین بار ما میبینم که ما چی عزیزهای دارم چی دوست دارای دارم چی گل گل انسان در روی زمین کار ما دوست دارن فکر ما دوست دارن خود ما دوست دارن و این دوست داشتن خب بزرگترین انایت پروردگار است مورد محبت کسی قرار گرفتن خوی به به ما هیچ حرف نگفتن چیز بر گفتن ندارم ما بر اولین بار به با این حجم در فیسبوک فهمیدم که عمق که من مردم رو دوست داشتم ده مرتبه بیشتر اینا رو دوست داشتن این به دا ما کلان خوشبختی است چیزی که مرا بسیار خوشم آمده بشنویم تعریف کنیم <تصفح> طرز نوشتار شما هم مثل طرز بیانتن بسیار جذاب و مزدار است خواهش میکنم که این هم باعث ای شده که اکتداد زیاد از علاقمندا در پهلوی موسیقی با این چهره تازه شما معرفی شوند و علاقه شما شما نسبت به شما بیشتر شوند ما نوشتار کمی از اون نرمنده خودتا ما داریم شما یکانه نرمندیسین تا حالی که ببینم منویسین و به زیبایی خصوصا باز کجا ما زیاد خوشم میاد که مرد نمیخوانم و خدا می باشم که این آخر امزایی چیه است. دل فرهاد دریا با یقین فرهاد دریا با ترانه فرهاد دریا به صلاحات بسیار مزداره که تقریبا نمی متن خلاصه میکنه میگه بار ما منتظر می باشم که چی از داخل که داخل چی خب میشه در این رو بتکم کنم که من یکی از عشقهای کلان مه نوشتن است خوش دارم نوشته کنم بنویسم زمینه زیال فراهم شده که هر قدر که مشکل هم داشته باشم فرصت کم باشه این فرصت از هر جای دیگه باشه دوزی میکنم بنویسم اینا حالش اینا همش میمانه یاداشت های ما تنها یاداشت های نیست. گوشی من نیست گوشه زندگی ما هم است و ما به این که طرف بیسواد نیست طرف یک کتله عظیمی از انسان‌ها هستن که هزار مرتبه بیشتر از ما بهتر از ما می دانن. پس من باید مسئولانه مورد خطاب قرار بتون مردم با مسئولیت با ادب و با تمکین باشان با صحبت کنم و بدانم که با کی طرف هستم و این مسئولیت من هست اگر خب یک گوشه از موارد استفاده فیسبوک فقط سوال و جواب خیلی سریع است که چطور از خوب بسیار چی که پایسی رو, 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 رو ای هم گاه گاهی در بین بایستال خود زبان فیسبوک کامنت هایی که رد بدل میکنه او زبان هم دارم بازو شیر و پردل هم شامل همون میشه <applause> ولی او شیر و پردل بازو اگه به دیگه ام است امی اصطلاح مردم ها شنیدیم که نه میگن که شف شف نه شف سالو نه او شف سالوی گپ است که کلش شما بخوانه نوشته را باز آخرش یک کلمه هم کلش یک کلمه میگه و بعد رابطه داشته باشه او خوانه خود تاپه کچالو داخل که نوشته برده مزی نوشته معلوم نمیشه ولی ما میفهمم که مردم ها که میخوان نوشته ها را هزار بار از ما بهتر و بیشتر می پس من مسئولیت دارم که درست بنویسم یا خیلی کوشش کنم همین یک سیلای خوب یک شما یاد میکنین و بسیار سمیمانه است خوشم بابا دریا بابا دریا <تصفح> عزیز همیشه زنده باشی زنده باشی عزیزم زنده باشی مرد خدا ایده دو بالا باد هزار بالا باد ایده همه عزیزا هزار بالا باد الهی که اید برشان این تو نقل و نبات برای که جمع کردن نتانه خوشبخت باشین سعادتمند باشین صلح نصیب شما باید که شایستش هستین محبت کرده از این